به نام خداوند بزرگ و به یاد شهدا، امروز تاریخ 19/11/1392 دی سلواغه نلسم دیال سوه دونویم کال و 8 فوریه 2014، من با آجیس وکیل به تاریخ 4/11/1392 دی سلواغه سلرام دیال سوه دونویم کال در اینجا آمده بودیم. 260,000 افغانی اگر اشتباه نکنم بر اینا کمک کردیم. در روز زمان با ما گفتن یک مقدار خیمانشون مانده بود. از آن روز تا امروز کمک هایی که آمده ما جمع کردیم، آخرین کمک ها را این روز صبح تا ساعت 11:30 ما گرفتیم. کمک های قبلی را من باز یادآوری میکنم، از آقای داودی رسا از آلمان بود، آقای جواد بود، آقای محمد علی وکیلی از ترکیه بود، آقای عارف دولت از استرالیا بود، آقای براتعلی شفیق و یک خواهر ما از آلمان بود، آقای حسن اکبری از انگلستان بود، آقای اجمل یوسفزی از آمریکا بود، آقای غلام محمد طرزی از کانادا بود، خانم معصومه رضایی از نروژ بود و خانم فیمن نجاتی و دیگر آقای نجیب از استرالیا کمک روان کرده بودند که کمکایشان هم ما در اون زمان گرفتیم. بعد از اون کمکایی که برای ما از تاریخ 11/10/92 و بعد که رسید، ما این از این کمک ها برای خیمانشون را توضیح کردیم. از آقای مصطفی سعیدی از آلمان بود، آقای ظاهر ملک بابا بود، آقای علی احمد از استرالیا بود، خانم محجوبه از آلمان بود، آقای ایلاس جابوری از آمریکا بود، آقای رامین از کابل بود، آقای غلام سخی از استرالیا بود، آقای جلیل صدیقی از انگلستان بود و تعدادی وطن دوستان ما از نروژ که پول جمع کرده بودن و از طریق آقای فهیم برای من روان کرده بودن که از این کمکایی که از مصطفی جان شروع می شود و در وطن دوستان نروژ ختم می شود، ما 280,000 بود که در اینجا 260,000 کمک کردیم. 20,000 به خیمانشینایی که باقی مانده بود نمی رسید، بنابراین منتظر ماندیم که مقدار کمک های دیگه بیاد که ما ایره جمع کنیم توزیع کنیم. خوشبختانه از این تاریخی 4/11/1392 و بعد کمک هایی که به ما رسید از آقای محمد جواد از استرالیا است و خانم فوزیه هدا از آلمان است، آقای حسن ذکریا از کانادا است که اینا گفته که برای خیمانشونا توزیع نشوند، برای تعداد افراد دیگری توزیع شود که ما پیسی زیرا با کسایی که امانت با ما گفته برای اونا میرسانیم. پس پول آقای حسن ذکریا امروز در اینجا توزیع نمیشه و یک هموطن ما از بلژیم کمک روان کردن، آقای سید مصطفی ذکریا از آلمان کمک روان کردن که دو بار کمک روان کردن و آقای احمد عبادی هم از آلمان کمک روان کردن، آقای نوروز علی نوری از اتریش کمک روان کردن، آقای ظاهر علی زاده از استرالیا کمک روان کردن، آقای علیرضا و صاحب کارش 18,000 افغانی اینا کمک روان کرده بودن، اما برای دخترای محصل کمک های این آقای علیرضا و صاحب کارش از سوئیس من هفته گذشته برای محصلینی که در تکوی زندگی میکردن، در تکوی نمناک و در حالت وحشتناک و حتی یک فرش درست نداشتن چی رسد به بخاری و به صندلی، برای اونا کمک کردیم. فیلمش گرفته شده، سرش کار میشه در فیسبوک ما و بشردوست فاندیشن و وبسایت بشردوست.com گذاشته میشه. و دیگر آقای دادولا یوسفی از یونان کمک روان کردن که ما ایران دیروز پنجشنبه برای ما تلفن کردن و خانم معصومه رضایی از نروژ دوباره کمک روان کردن. اینا 7,700 افغانی کمک روان کردن به خاطری که در طلوع یک فیلمی دیده بودن که یک افغان ما در پروان یک بچی شرد در 7,000 افغانی فروخته بود، بعد برای من گفته بود ایره بر فامیل برسانیم. بعد از اون من با طلوع تماس گرفتیم، بعد از صحبت با اونا امروز روز پنجشنبه شماره تلفنی خبرنگار که رفته بودن در پروان من پیدا کردم از طریق دوستانی طلوع که با ما همکاری کردن و فعلا که من این طرف خیمه می آمدم با خبرنگار که رفته بود ولی جان آریان من صحبت کردم، گفتن که سال گذشته یک کار شده بود اما فامیل در فقر است، هنوزم در فقر است و به من گفت شماره تلفنش پیدا میکنن که به من دوباره تلفن میکنن. من از خانم معصومه رضایی بسیار متشکرم، سپاسگزاریم، اما 7,700 افغانی اما مصرف رفت و برگشت از پروان اینجا و اینا مشکل است. اگر اینا لطف کنن افغانای دیگر هم این فیلمی که برای من روان کردن برای افغانای دیگه هم روان کنن، انسانای با وجدان پاک که واقعا مردمشان دوست دارن، علوس
در قلبشان وطنشان است، مردمشان است، وجدانشان بیدار است، هنوز زندگی و این چیزا وجدانشان نکشتن. صحبت کنه اگر یک پولی که مثلا یک 2000 3000 دلار جمع شود که حداقل یا ما که میریم به مو رفتن بیارزه، یا اونا را که بخوایم در کابل و مو رفت و آمدش اینجا بیاد بیچاره بعد دوباره در محل برگرده که چند کمک شد مشکل خلق میکنه. به هر حال این پولش پیش ما هست، ما میرسانیم. اگر دیگه کمک هم نیامد دیگه ما مسئولیت داریم که 7700 برش میرسانیم. کرای موترش خیر است، ما از جیب خود بوده میگیریم. آقای محمد باقری از استرالیا کمک کرده بودن، آقای فریدون امینی هم کمک اون کردن، کمک زنا رو هنوز ما نگرفتیم. کمک هایی که امروز متوجه میکنیم از این افراد است که 1,50,350 افغانی میشه برای 1,07,000 که تو چهارشنبه برای ما کمک آمده بود. ما وقت داشتیم، روز چهارشنبه رفتیم 1,07,000 ازاری نو جدید از افغانستان بانک گرفتیم. برای این کمک هایی که امروز گرفتیم بقیشی ما وقت نداشتیم که بریم پیسه نو بیاریم. بعضی طرفی هایی که گفته بودیم که پیسه نو داشتن، پول نو داشتن، برای ما کمک کردن. من از هموطنان خود بازم یک جهان تشکری میکنیم که از تاریخ 4/11 امروز 19/11 است، ما تانیستیم که شما قطره قطره روان کنین. کمترین کمکش هم 5000 افغانی است که برای ما رسیده و بالاترینش 22100 افغانی است که ما امروز گرفتیم. این کمک ما امروز به نوع توزیع میکنیم. و کمک هایی که خاص گفته بودن برای فامیل یا برای افراد دیگه برسانیم اونا هم در این پیسه نیست، ما اونا رو جدا کردیم برایشان میرسانیم. من میخواییم که از هموطنان خود خواهش کنم که قطره قطره دریا میشه، اینی از 100 دلار شروع میشه. واقعا من باز تاکید میکنم اگر شما مردم خود، وطن خود، خاک خود دوست دارید، در این بین خیمنشون ها از تمام اقوام است مجلس ما را لدیم. نگوید که این پشتوناس کمک میشه، تاجیکاست یا هزاراست یا ازبکاست، یعنی خدا شاهد است که از اقوام مختلف و از ولایات مختلف و کسایی است که واقعا نیاز دارند. روزی پنج شب امسال برف بارید و این برف که برای وطن ما نعمت است، یک تماس زر باشه به برف نباشه و برای زنو واقعا برف و باران یک نوع رنج و عذابی دیگه است، بخاطر که سرما بیشتر میشه. دیگر خواهش که من از هموطنان خود دارم، کسایی که در فیسبوک کمک کار میبینن، من توقع از اینا میکنم که وقتی تلفن میکنن ما برش میگوییم نیست کمک، لازم نیست که تکرار کنن، لازم نیست که هر بار تلفن کنن. اگر باشه ما میگوییم که هست برایشان میرسانیم. من از ماش خود فعلا تا 2015 13.94-75% قرض گرفتم از دولت که هر ماه او را میگردانه، چون یک 4/20 زمین من در قلعه ناظیر خریدم. قلعه ناظیر شهر نا و نمیدونم مناطق پلان شده نیست، قلعه ناظیر طرف برچیز مناطق است که پلان نشده، اونجا ارزان است. یک سال میشه که من زمین گرفتم، شاید فیلمش هم ما منتشر کنیم. وقتی من زمین گرفتم اونجا سبزیجات بود، رشقه و چیزهایی بود که عالی، که از تمام زمین ها فروخته شده، بزرگترین بنان منزل ها تقریبا ساخته شده، فقط اونم زمین 4/20 من 4 دیواریم نشده. یعنی ما اینو که می برای دوستان میگوییم بخاطر است که تکرار میکنن که خیر است بشر دوست. کاش که ما قدرت می داشتیم که چاپ میکردیم، ما جادو میکردیم. نیست، این افغانای ما که کمک روان میکنه کدام دولت نیست، اینا کدام مؤسسه نیست، کدام بنیاد نیست. سال گذشته رابرت گیتس اعلان کرد که ما 4 میلیون دلار به اطفال افغانستان کمک میکنیم و حتما کرد، اما او میره به جیب 4 تا دوست جو مؤسسه و نهاد. و ما این کسایی است که اون از 1500 افغانی تا 3000 افغانی، 4000 افغانی، 5000 افغانی، اینا در کارا میکنن، زحمت میکشن، عرق جبین میریزن، از به اصطلاح دانی اولاد خود میزنن، در یک سینما نمیرن، یک آیسکریم نمیگیرن، چون وطنشان دوست دارن، خاکشان دوست دارن، ایره روان میکنن. اگر باشه ما هم فورا میگیم هست. و از طرف دیگه کمک های فردی ما نمیتونیم، به خاطر که متاسفانه بعض وقتا کسایی تلفن میکرد میگفتیم در ریاست پنج بیا فیلمش در فیسبوک است که ما کمک میکردیم. بعد از اون دیدیم بعضی کسا زیر چادری تکراری می آمدنی. بعد بر اساسی ما تصمیم گرفتیم که یا اینی در خیمه شناس میریم، یا ای که از طریق مولای مسجد وکیل گذرشان سازماندهی میکنیم. هر کسی که کمک میخواد به مولای مسجد خود و وکیل گذر خود، بخصوص مولای مسجید، شماره تلفن منو بدهن 0799335316، با مولای مسجد ما این را سازماندهی میکنیم. ساعت 13 دقیقه است، من با حاجی سید وکیل آمدم. باز تکرار میکنم که حاجی سید وکیل اولین بار اینجا آمد، از ما شخصی خود کمک کرد و باز ما تشویق کرد، راه رو برای ما باز کرد که این خیمه نشونا مانده بود. ما روز تاریخ 4/11 آمدیم برایشان 2,60,058,000 کمک کردیم، بقیش مانده بود. امروز 1,50,350 افغانی است که ما میخواییم برای اینا کمک کنیم.